بر اساس اصل 35 از فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد و بر اساس مادی 185 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی کنند و جلسه امروز در جلسه امروز وکلای تعینی متهمین که پرونده ها را مطالعه و متهمین نیز ملاقات داشتند حضور دارند از طرفی لازم است به استهزار برسانم با توجه به اینکه برای هر یک از متهمین مذکور کیفرخواست انفرادی از سوی دادستانی تهران صادر گردیده و به لحاظ ارتباط افراد مؤثر در این فتنه و طراحی و سازمان یافتگی این جرائم ابتدا اجازه داده می شود مطالب عمومی مربوط به این جریان قرائت و دلائل و مدارک آن ارائه و سپس به ترتیب نوبت دادگاه در خصوص هر یک از متهمین کیفرخواست اختصاصی آنان با احصاء نوع اتهامات در همین جلسه قرائت می گردد. در این جلسه نماینده دادستان تهران متن کیفرخواست دومین گروه از متهمین پروژه شکست خورده کودتای مخملی را قرائت کرد. اکپری در این کیفرخواست به دو بخش برنامه و طراحی کشورهای بیگانه و مخالف جمهوری اسلامی ایران به منظور فروپاشی و براندازی نرم در کشور و دخالت آنان در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری به ویژه اقدامات گروهک های ضد انقلاب و تروریستی و نقش آنها پرداخت. در کیفرخواست در خصوص بخش اول یعنی برنامه ریزی و طراحی کشورهای بیگانه و مخالف جمهوری اسلامی ایران به منظور فروپاشی و براندازی نرم در کشور و نقش آنان در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمده است برای تحقق این اهداف استفاده از رسانه، دیپلماسی عمومی، ایجاد سازمانهای مردم نهاد و شبکی ارتباطی و سازماندهی مخالفان با هدف نافرمانی مدنی و راهندازی پروژه مبارزه آری از خشونت از مهمترین نقش و کارکرد برخوردار بوده و بودجه های کلان و ابزار نوین ارتباطی نیز برای آن تخصیص یافته است. در ادامه کیفرخواست با اشاره به روش هایی که برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس برای پروژه براندازی نرم یا به تعبیر خودشان دیپلماسی عمومی در دستور کار قرار داده بودند آمده است. آموزش خبرنگاران برای ایجاد شبکه منابع خبری با هدف جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آموزش و سازماندهی فعالان حقوق بشر در ایران، ایجاد وبسایت‌ها ها و اعزام برخی افراد از نخبگان و صنوف تأثیر گذار در لایه های اجتماعی به خارج از جمله روش های در دستور کار بوده است. در این کیفرخواست با اشاره به اقدام آمریکا در راه اندازی دفتر امور ایران در دوبی و نقش این دفتر در دیپلماسی عمومی برای پروژه براندازی نرم خاطر نشان شده است در پی دستگیری برخی عوامل طرحهای آمریکا در ایران در سال 87 واشنگتن به پروژه اکسچنج یا تبادل افراد و گروه ها روی آورد در ادامه کیفرخواست نماینده مدعی العموم به نقش برخی سفارتخانه ها و رسانه های غربی به ویژه انگلیس به عنوان بازوی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در ایران اشاره شده و آمده است مسافرت متعدد دیپلماتهای های انگلیسی به شهرهای مختلف ایران خصوصا قوم و تماس با برخی ستادهای انتخاباتی کاندیداها در شهرستان ها به کارگیری گسترده کارمندان محلی برای جمع اطلاعات به ویژه در ناآرامی ها حضور مستقیم برخی دیپلماتها ها در تجمعات غیرقانونی خیابانی جمعوری اطلاعات به طور شبکهی توسط متهمه خانم کلیو دریس رئیس فرانسه از اختشاشات برگزاری جلسه ای از سوی وزارت امور خارجه انگلیس با حضور گروهک های اپوزیسیون از جمله منافقین در لندن پس از شکلگیری اختشاشات و تأکید بر لزوم استمرار اختشاشات و تجمعات غیرقانونی به ویژه پس از اقامه نماز جمعه مورخ 29 سه 88 حضور الکس پینفیلد دبیر اول سیاسی و توماس برن دبیر دوم سیاسی سفارت انگلیس حین برخی درگیری ها و آشوب ها حضور کاردار انگلیس در یکی از تجمعات غیرقانونی بعد از انتخابات شرکت پاول بلامی معاون بخش ویزای سفارت انگلیس در تاریخ 28 88 در میدان فردوسی و عکس از تجمع آن روز ملاقات برخی دیپلمات ها و کارمندان محلی سفارت انگلیس با چند نفر از اعضای ستاد مرکزی برخی کاندیداها و تخصیص بودجه 300 هزار پوندی برای پرداخت به انجی اوهای داخلی از جمله اقدامات برخی دولتهای غربی به ویژه انگلیس است. نماینده مدعی العموم در ادامه قرائت کیفرخواست به نقش رسانه های بیگانه به ویژه شبکه خبری دولتی بی بی سی اشاره کرد بخش دوم کیفرخواست دادگاه امروز که اکبرین نماینده دادستان تهران آن را قرائت کرد به اقدامات گروهک های ضد انقلاب و تروریستی و نقش آنها در حوادث پس از انتخابات و آشوب های اخیر اختصاص داشت از جمله گروههایی که در این بخش از آنها اسم آورده شده است گروهک نهضت آزادی است در کیفرخواست مواردی از اقدامات و مواضع اعضای اصلی این گروهک به ویژه دبیر کل آن و ارتباط فعال و نزدیک نحظت آزادی با ستادهای برخی کاندیداها بیان شده است در کیفرخواست همچنین به نفوذ برخی عوامل گروهک تروریستی منافقین در ستادهای انتخاباتی برخی کاندیداها و تلاش این گروهک برای ایجاد ناامنی و اختشاش اشاره شده و آمده است گروهک منافقین به برخی از مرتبطین خود که از قبل در اردوگاه اشرف واقع در عراق آموزش های تروریستی را گذرانده و با اهداف مشخص به داخل کشور اعزام شده بودند دستورالعمل اقدام ایزایی و تروریستی ام از آتش زدن اتوبوس ها بانک ها، کیوسک های تلفن، حمله به مراکز نظامی، انتظامی و نیروهای بسیج را ابلاغ کرده بود ضمن آنکه یکی از اصلی ترین پایگاه های گروهک تروریستی منافقین مستقر در کشور انگلیس هدایت تیم های ترور و اختشاش داخلی را بر عهده داشته است. در ادامه کیفرخواست به نقش گروه های قومگرا و تجزیه طلب در آشوب های اخیر نیز اشاره و تاکید شده است برخی عوامل این گروه ها با نفوذ در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها و جمعوری اطلاعات برای انفجار حین سخنرانی یکی دیگر از کاندیداها در تبریز برنامه کرده بودند و از این افراد دو قبض سلاح و تعداد 20 بمب به دست آمده است. در کیفرخواست از گروهک انجمن پادشاهی نام برده شده و در خصوص اقدامات این گروهک گفته شده است. این گروهک که با اتخاذ استراتژی براندازی جمهوری اسلامی ایران از طریق اقدامات تروریستی با حمایت سرویس های اطلاعاتی کشورهای آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی تشکیل گردیده. عوامل این گروه همچنین برای بمبگذاری و انجام اقدام تروریستی در دو مرکز پرجمعیت رایگیری حسینیه ارشاد تهران و مسجد النبی نارمک و همچنین بمبگذاری در مراکز پرجمعیت از جمله امامزاده حضرت علی اکبر علیه السلام چیزر، امامزاده زید علیه السلام واقع در بازار تهران و حسینیه فاطمیون در خیابان مجاهدین برنامه‌ریزی کرده بودند که قبل از هر اقدامی بازداشت شدند. در ادامه جلسه دادگاه و پس از قرائت بخش دوم مقدمه کیفرخواست، رسیدگی به کیفرخواست آرش رحمانی پور، عضو گروهک تروریستی انجمن پادشاهی، ناصر عبدالحسینی عضو گروهک تروریستی منافقین، رضا رفیعی، حسین رسام تحلیلگر ارشد سفارت انگلیس و خانم کلوتی دریس تبعی فرانسه آغاز شد.